بالاخره بعد از مدت ها انتظار، چند مدت قبل جدیدترین نسخه سری بازی های بتمن معرفی شد. البته در قالبی کاملا متفاوت بدون شخصیت محبوب دیسی کمیک، یعنی بتمن. سلام گل گلابوی من، حالتون چطوره؟ فری هستم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها امروز قرار با همدیگه سری بزنیم به جدیدترین نسخه بتمن، یعنی گاتام نایت. پس برای حمایت از من لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. هر چی زودتر بریم سراغ بررسیمون و ویدیومون که خودم خیلی براش هیجان دارم. پس بزن بریم. داستان بازی از جای شروع میشه که بتمن از دنیا رفته و اعضای خانواده بتمن باید در غیاب بزرگترین نگهبانا و به قول معروف قهرمانای شهر گاتام از این شهر و خلافکاراش دفاع کنن. این نگهبانا 4 نفر هستن که در ادامه درباره تک تک اونا صحبت میکنیم. اولین و البته مورد علاقه ترین نگهبان گاتام برای من، خار عزیزم بتگرل هست. بتگرل دختر کمیسر گوردون که یکی از نزدیکترین و مهمترین همکار و دوست بتمن محسوب می شد هست و یه سری هم میگن به بتمن یه کراش ریزی هم داشته. حالا دیگه نمیدونم والا. دومین نگهبان گاتام نایت وینگ هست. اون در اصل دیک گریسون اولین رابینیه که توی داستانه بتمن وارد شد. بعد از سالها کمک به بتمن به نایت وینگ تبدیل شده و پدر خلافکار گاتام رو در میاره. سومین نگهبان گاتام که البته دومین رابینه که داخل داستانهای بتمن وارد شده و دومین رابینیه که به بتمن کمک کرده، رد هود هست. رد هود یعنی جیسون تاد بعد از کمک های خیلی زیاد به بتمن در آخر به دست جوکر کشته میشه. ولی بعد به صورت خیلی خرتخیلی و عجیب دوباره زنده میشه و به زندگیش به عنوان رد هود ادامه میده و بعد از مدت ها با بتمن همکار میشه و با همدیگه میرن پدر خلافکاره گاتام و پوف. فکر میکنید آخرین نگهبان کی میتونه باشه؟ بازم رابین، ولی صبر کنید، یقه منو نگیرید. به خدا دست من نیست همشون رابینن. برید یقه دیزی کمیکو بگیرید. این رابین با اون رابینا فرق میکنه. حالا برید بقیه ویدیو رو ببینید تا براتون توضیح بدم. رابین یعنی تیم دریک، کسیه که بعد از مرگ جیسون تاد به سومین رابین و دستیار بتمن تبدیل شده و ایشون هم پدر و مادر خلافکار گاتامو زوندن. نحوه معرفی بازی گاتام نایت اینجوری بوده که خب سوالای خیلی زیادی رو برای هواداره بتمن درست کرد. حالا از المانای بازی بگیر تا داستان بازی، گیم پلی بازی و نوع ماموریت ها. توی بازی گاتام نایت تغییر خیلی زیادی توی کنترل بازی، گیم پلی و همچنین کلا سیستم گیم پلی و المان هاش تغییر کرده. ولی خب کسایی که با بازی سوم شخص مبارزه ای مثل بازی بتمن آشنا باشن، فکر کنم براشون خیلی قدا سخت نباشه. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده باحال بازی گاتام نایت اینه که کاراکترها حرکاتاشون با هم دیگه فرق دارن. مثلا فینیشرها و حرکاتای مبارزه بدگرل با رد هود یکی نیست و فکر کنم این واقعا یه نکته خیلی مثبتیه که به دل من حداقل خیلی نشست. توی این بازی هم مثل آخرین سریای بازی Assassin's Creed شما درخت مهارت ها یا اسکیل تری دارید. شما وقتی که هی بازی میکنید این درخت مهارت هاتون پر میشه، اسکیلاتون زیاد میشه و میتونید از اونها خیلی خوب و به صورت خیلی متنوع ازشون استفاده کنید. بازی به یه شکل طراحی شده که شما هر چقدر اسکیلای بیشتر توی اسکیل تری یا همون درخت مهارت ها به دست میارید، حریفاتون و انیمیاتون خیلی قویتر و جدیدتر و سخت‌تر میشن و ماموریت‌ها هم همونطور. موسیقی
توی بازی ما به یه شهر خیلی 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 بزرگ طرف هستیم و به قول معروف اوپن ورلد. یکی از آپشن‌های فوق‌العاده باحال این مپ اینه که شما اول بازی که وارد میشی و هنوز هیچ کاری نکردی هیچ محدودیتی نداره. یادتونه سریای قدیمی جی تی ای باید شما حتما یه ماموریتی رو انجام میدادی تا بتونی مثلا توی آرشگاه بری، تا بتونی مثلا توی لباس فروشی بری. ولی بازی گاتام نایت اینجوری نیست. شما از همون اول هر چی که بخوای میتونی بری عزیز دلم. و به نظرم خیلی باحاله و من خیلی باهاش حال کردم. No one talks about them. گفته سازنده های بازی گاتام نایت گفتن که خب این بازی هیچ ربط و سنخیتی با سری بازی آرکام یا آرخام، نمیدونم کدومش درسته، نداره. و خب به نظرم واقعا ایده جالب بوده و یه شروع ماجراجویی عالی و جدید و جالب هست. ولی خب اینقدر ایده شون جالب و جدید بوده که حتی دست به کشتن بتمن بدبخت و بیچاره هم زدن دیگه. خب چیکار کنن، ایده بوده دیگه. این بازی برای کنسولای نسل 8 و 9 و همچنین PC عرضه میشه و من خیلی خوشحالم که برای PC هم عرضه میشه، مثل همه یه سری های بتمن. ولی خب بازا خوشحالم. اینم بود از اولین بررسی بازی گاتام نایت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه میخواین که این بررسی رو همچنان یه پارت دیگه ادامه بدیم حتما تو کامنت ها برام بنویسید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره و برای حمایت از من سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی فعلا بابای.